به نام خدا. سلام بیننده های عزیز، به ادامه برنامه سفره نور خوش آمده. در این بخش همچنان مهمان داریم و جناب آقای عبدالوحید مفکر عظیمی، مسئول یکی از مراکز آموزشی با ما هستند. خواهیم در ارتباط به خاطرات رمضان صحبت بکنیم، انشاءالله که با ما همراه باشیم. سلام بر شما، بسیار خوش آمده. ممنون از شما، سلامت باشیم. بسیار تشکر جناب عظیمی صاحب. میخواییم در ابتدا مقدمه و پیام شما در ارتباط به رمضان باشیم. تشکر. رمزها در رمضان است، خدا می داند. برتر از فهم و گمان است، خدا می داند. لیلة القدر کدامین شب این ماه خداست، چه شب برتر از آن است، خدا می داند. هر شب توبه کنیم از گناه و پاک شویم، لیلة القدر امان است، خدا می داند. با تقدیم سلام و درود خدمت شما و همچنین بیننده های خوب شما که همین لحظه برنامه از تلویزیون اصلاح، برنامه سفره نور بیننده هستم، جای داره که در ابتدا ماه مبارک رمضان برای تمام مردم افغانستان و علل خصوص مردم هرات تبریک و تهنیه درز بدارم. امیدوارم که یک ماه سرشار از برکت و همچنان پرفیض داشته باشه. بله، ماه رمضان چگونه ماهی است جناب عزیز؟ ماه رمضان واقعا همونطور که مشخصه برای همه، ماهی است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماهی که قرآن عظیم الشان در او ماهی قرآنه و همچنان من الف شهر، یعنی ماهی که من خیر من الف شهر، بهتر از هزاران ماهه. پس میتونیم بگیم که ماه رمضان ماهیست بهترین ماه و بهترین فرصتی است که ما از این ماه استفاده بکنیم و امیدواریم که همه عزیزایی که نصیب، یعنی این ماه مبارک رمضان نصیب اونا شده، از این ماه استفاده بکنن. بله جناب عزیزی صاحب، از اونجایی که از جمله جوانان هستیم ما و این فرصت استثنایی که در خدمت همه مردم قرار گرفته این ماه متبرک، من حیث یک جوان فکر میکنیم که چگونه باید استفاده بکنن جوانان عزیز از این ماه مبارک؟ ماه رمضان واقعا فرصتی است برای اینکه ما توبه بکنیم و از گناهایی که در حالا 11 ماه قبل بر ما سر زده و از گناه ها ما بیاییم توبه داشته باشیم، به پیشگاه خدا برگردیم و استغفار بکنیم. و همچنین موضوع دیگری که برمیگرده روی از اینکه از این فرصت استفاده بکنیم. بهترین فرصت است ماه رمضان تا اینکه ما از این موقع استفاده بشه، برنامه ریزی بکنیم در طول مدت همی یک ماه ما ای رو خود یک برنامه تنظیم کنیم تا اینکه در ماهای بعدی ما امیر به صورت عملی اجرا کنیم، چون معنویات این ما زیاده. هر چی که بخوایی ماییست که واقعا برکت درونه. یک نفل که ما انجام میدیم برابر با یک فرض ثواب از اونه، یا یک فرض ثواب مثلا اگر ما انجام میدیم همچنین چند برابر. پس این میتونیم که بگیم بهترین ماهه. تمام جوانان باید از این ماه استفاده کنن، وقت خود بگذارم روی برنامه ریزی، روی مسائل حالا آموزش، تحصیل و روی اینکه ایده خود و در رمضان آماده بسازن، برنامه خود برنامه رمضانی تنظیم بکنم. اینکه میدانم که اگر یک جوان بخواه از این ماه به صورت درست میتونه استفاده بکنه و تمام سال میتونه با امی از این ماه استفاده داشته باشه. بله جناب عزیزی صاحب، از اولین روزهایی که میخواستین آماده بشین برای روزه گرفتن صحبت بکنین از آوان کودکی و اینکه چه حس و علاقه داشتین؟ واقعا ماه مبارک رمضان بهترین ماهیه، اونطور که قبلا گفتم. ما یعنی واقعا در دوران خردکی خیلی یک حس زیبایی برای همه رخ میده و رخ داده. تمام کسای یا جوانان همه به این موضوع یعنی دوست دارم که در دوران طفلی دوست دارم که بر روزه رمضان داشته باشم و
یک دوست دارن که ماه مبارک رمضان زود برسه و اینا باز بلخص در یک موقع سحری و همچنین موقع افطار که این دو موقع واقعا موقعاتی است که خیلی اطفال و دوران در دوران خردکی خیلی علاقمند به این دوران هستن. خود ما واقعا چون از خردکی با چون از سمت فامیل اجی مادر و همچنین اعضای فامیل واقعا تشویق می شدیم به روزه گرفتن، من برای من خیلی واقعا جالب بود از دوران خردکی که من روزه رمضان داشتم، یعنی واقعا خاطرات خیلی زیاد دارم از دوران خردکی، اما ای که واقعا یک خیلی احساس جالبی داشتم، دوست داشتم که همیشه روزه داشته باشم، یعنی تا اوقات می شد که من روزه رمضان رو می گرفتم و یعنی روز دمای عصر می رسید زوف می کردم، یعنی به حالت های برای من رخ می داد، اما باز هم من روزه افطار نمی کردم که در حالی که برای من فرضم روزه رمضان نشده بود. بر صورت خاطرات زیاده. بله، می خواهیم بهترین خاطره شما از اولین روزهایی که روزه گرفته بودین، اگر چه اشاره ای داشتین بیشتر صحبت بکنین، که گفتین حتی بعض مواقع پیش می آمده که نمیتونستم دیگه روزه ادامه بدم، چیگونه و چی باعث می شد که شما امیر ادامه بدین و روز به روز پر انرژی تر بشین؟ من واقعا چون تشویق والدین گفتم زیاد بود، یکی از ام خوردکی که خیلی خورد بودم برای من تشویق می بود که شما روزه رو بگیرین، روزه رمضان سر بیدار می کردم مار برخزن سری بکنیم، و یک خاطره که خیلی برای من خیلی جالبه که در دوران مکتب بود، من یک روز روزه گرفتم و دیگه روزه داشتم، رفتم به مکتب، رفتم در مکتب زمی خجولا میفروختن، خب رفتم شیشتم دیگه، خب شکم از سیر کردم و همچنین رفتم مکتب، باز داخل مکتب داخل شدم زیر نل آب رفتم، باز خوب همیت خوب دیگه از تشنگی هم همچنین خود از سیر آب کردم، و زمانی که داخل صنف شدم یک دفعه بیاد مواد که من روزه داشتم، من امروز روزه داشتم، واقعا برای من خیلی جالب بود، و ای که باز همچون میدانم که همچون اگر به صورت اشتباهان یا ای که در فکر نیست اگر همچون کار صورت بگیر از لحاظ شرعی هم کدام مشکل نداره، یعنی روزه و میمان خدا میشه. به هر صورت من آمدم به خانه، خیلی هم نگران بودم، دیدم مثل گیره بکنم به حالت بودم، زمانی که آمدم پیش اجی مادر وقت پرسان کردم و برای من گفتن که نه تو میمان خدا شدی، خیلی خوب همین تر روزه خود ادامه بده، و همون بود که ادامه دادم تا شمون، تا خیلی برای من ایتا یک حالت رخ داده بود، میگفتم من یه اندازه زحمت کشیدم، سری کردم، باز روزه خودم خوردم یا افطار کردم، برای من خیلی جالب بود. در سری آقای عظیمی خود شما بیدار میشدین یا نه والدین شما بیدار میشدن؟ من والدین بیدار میکردم و بعضی اوقات هم میشد که خود نبیدار میشدم. بله، واقعا اون احساس و علاقه ای که در کودکی خود به خود یک کودک یک حسی وجود دست میده و خود به خود به سحری بیدار میشه. دقیقا، تو بعضی وقتا والدین به خاطر از اینکه فرزند خود رو دوست دارن و نمیخواین او را از خواب شیرین بیدار بکنن و هنوز کودکه، او رو به سحری بیدار میکنن و بعدا کمی نگران هم میشه. بله واقعا این اشتباهه. من در کل میخوام بگم که اگر از خردکی همچون مثلا برنامه داشته باشن که والدین با اطفال خود با سحری با افطار اینا عادت بدن، در بزرگ که میشن اونا اما عادتیه برای از اینا، اما متاسفانه امروز میبینیم در جامعه کنونی ما خیلی اشخاصی هستن بزرگ شدن اما تا به حال روزه ماه رمضان رو نمیگیرن درست، پس خیلی خوبه که از این خردکی اطفال خود کوشش کنن به سحری اینا رو در سحری اینا تشویق داشته باشم تا اینکه سحری بکنم، و اگر باز روزه که وقت نمیتونم بگیرم نگیرم مشکل نیست، اما تشویق باشه خیلی بله باشه. خوشبختانه دیده میشه در این سالها و در این روزها اطفال خود به خود اما علاقه و حسی که دارن نسبت به ماه مبارک رمضان و این ماه مبارکه اون وادار میکنن که خود از اونا به اون علاقه ای که دارن از خوردن کمی خود رو ممنوع بکنن. دقیقاً، و این واقعا خوشحال کننده هست که امروزه اطفال ما بدون از اینکه کسی اونا رو مجبور بکنه خود از اونا میخوان که روزه بگیرن. جناب آقای عظیمی اگر کدام حرف و صحبت باقی مانده باشه از شما میشنوید. تا
تشکر، سلامت باشیم. فقط چون برنامه هم رو به اتمامه، همی موضوع میگم که ماه مبارک رمضان ماهیه که باید از این فرصت ها یه تلایی از استفاده بکنیم، وقت خود بگذاریم، برنامه ریزی بکنیم روی زندگی خود و همیشه کوشش کنیم، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من صام رمضان ایمانم و احتسابم غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که روزه رمضان از روی ایمانداری و ای که همچنین روزه رمضان و یا ای که شب مبارک رمضان زنده نگه می داره و ایر بدانیم که گناه های یعنی صغیری از او، گناه های یک سال قبل از او، خود گناه از او خداوند می بخشه. پس به این خاطر باید که ما این شبای رمضان فرصت بدانیم، این روزای رمضان فرصت بدانیم، از این فرصت ها استفاده بکنیم و وقت خود در برنامه های اسلامی دینی همچنین بگذاریم و برنامه ریزی انشاءالله ما در آینده خود داشته باشیم. من میدانم که انشاءالله اگر این فرصت خوبی است که اگر ما استفاده بکنیم، ما در 11 ماه بعدم انشاءالله ما موفق خواهد بودیم و این برنامه که ما در یک ماه خورختیم این را در ماهای بعدی هم انشاءالله این را ادامه خواهد داریم. بسیار عالی، بسیار تشکر جناب آقای عبدالوحید مفکر عظیمی، مسئول یکی از مراکز آموزشی، از اینکه در برنامه امروز سفره نور با ما بودید. تشکر از شما و سپاس از عزیزانی که بیننده برنامه سفره نور هستین. برنامه ادامه داره، با ما همراه باشید.